اونا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه. ولی من نیستم که این کار نشه. اگر که بنا باشه. بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت این قوم نکردند به ناموس برادر. چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به گوری. دیوارهای سرد جدائی را با جهل و جور خیش چنان بالا کشیده ای که از بام دولت تو سقوطت چون انفجار مرگ صدا خواهد کرد. وقتی که آمدی فریادهای شوق در موکب تو جاری شد. تو اما با هیچی بزرگت دلهای عاشقان را در سردی مضاعف تاریخ ویران کردی. آه فریب کار مقدس، بنیاد عشق را برکندی و جام خیش و ملت خود را از زهر مار نفست آکندی. وقتی که باز میگشتی تا در حریم مهر الهی جان بلا گرفته خود را درمان کنی، ناگاه از فراز هزاران دست بر خاک تیره افتادی. آنها که در رسای تو با نعره جنون خون در پیاله ها کردند، آنها که سامری را در مجلس فقیهان بیعت کردند، انگار سرنوشت تو را از یاد بردند. بنگر آن کس که بر فراز شب تاریخ با عقد منقطع قدرت را در حجله برده است، باور نمی کند این زن هزار مثل تو را لب تشنه باز می گرداند از رخت خواب وصل. علیرضا نوری زاده. جمعه 17 ماه ژوئن 28 اردیبهشت ماه. من امروز مهمان خیلی خیلی عزیز دارم، دوستی کهن و قدیمی و انسانی آزاده که اگر مجموعه شعرهاش رو علیه جمهوری جهل و جور و فساد سرهم بکنی 70 من مثنوی میشه. واقعا چنین است. او نه فقط شاعر، نویسنده است، تحلیلگر، مترجم و بازیگر. میخواید خود بازیشو اول ببینید کمکی، بعد اون وقت میریم خودش رو میبینیم. نگاه کن. بله بسیار لطف فرمودید و قدم رنگی کردید که به این مرکز فرهنگی کشفی فرودین. از شما بسیار متشکرم. بنده هم خیلی متشکرم. انشاءالله که همه تحقیقات انقلابی ما باشه این مرادی. هر جدید حکمتون اکرام. آقایان از بازیگران مؤمن و مسلمان هستند. قرارش یک نمایشنامه بزرگ را در پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی ما روی صحنه بیاورد. و از شما تقاضا کردم تا از حضور شما مستفید و ارشاد بگیرید. البته خود بنده محتاج به استفاده و ارشاد هستیم، ولی با بضاعت مهجات مختصری که داریم حتما دریغ نخواهید کرد. برادران و خواهران قبول کردن که تمام اصول و ضوابط هنری یادتون هست دیگه، اوتلو در سرزمین عجایب. بعضی از این عزیزان بین ما نیستن. دکتر ساعدی نویسندش نیست، اسداللهی عزیزم همکار نازنینم نیست، ولی فوق العاده کار قشنگی بود. یعنی من فکر میکنم شاید اگر
دو تا سه تا نمایشنامه بعد از انقلاب یاد کنیم که واقعا به دل نشستنی بود، حتما اوتلو در سرزمین عجایب یکیش بود. و یه بازیگر اصلی که هرگز ما فکر نمی کردیم چنین درخشانه در کنار ناصر رحمانی نژاد که اون مهاجرانی بود، عطاالله مهاجرانی مثلا، نمونه های اونا که میخوان حسنیت نشون بدن در این حال نوکر ولی فقیه هم دیگه کار نمیتونم. درود میفرستم به محمد جلالی چیمه میم سحر. سلام جناب دکتر نوری‌زاده، سلام میکنم و درود میفرستم به هموطنان و همزبانان عزیزم که این تصویر رو میبینند و صدای ما رو میشنوند. خیلی ممنون از اینکه منو دعوت کرد. سحر، الان جانب. که به این نمایشنامه نگاه میکنی بعد از این همه سال، این برات هیجان انگیز نیست؟ در این حال شگفتی آور که ساعدی چنین تصویر دقیق و درستی از اصلاح طلب، از اصولگرا، از آدم خور، همه رو در یه نمایش میگذاره و نشون میده. یعنی اصلا و کار تو هم درخشان بود. من همینطوری بهت زده، چند نفری خواستن نقش آخوند بازی کنن نتونستن. در ایران شاید پرویز پرستویی فقط بود توی مارمولک، ولی در خارج از کشور توی نمایشنامه به خصوص کار تو درخشان بود. چقدر با این نقش زندگی کردی، آشنا شدی باهاش، کار کردی؟ عرضم به حضورتون که این ما یک سال قبل از اینکه این نمایش اصلا نوشته بشه، یک برنامه‌ای بود برای به اصطلاح بزرگداشت هدایت در پرلشز، مراسمی بود در پرلشز که ساعدی اونجا سخنرانی داشت. دو ساعت زودتر از این سخنرانی یک تکسی رو به ما داد و اون تکس هدایت بود، البعثت الاسلامیه. من و یکی از دوستان همکلاس سابقمون که در پاریس بود از ما خواست که این متن اون بخشایی شد و سر خاک هدایت اجرا کنیم. بارون زیادی هم می اومد، تعداد 200 نفری هم ایرانی ها جمع بودن و خلاصه ما رو هول دادن وسط میدون برای اینکه این نقش، این به اصطلاح کسانی که پرسوناژایی که در بعثت الاسلامیه هدایت توصیف میکنه رو اجرا بکنیم، که اومدن در فرانسه، اومدن در فرنگ و میخوان انقلاب رو صادر بکنن. در اونجا بود که من یک لحن آخوندی گرفته بودم به خودم و اون تکس و بخشش رو خوندم. همین باعث شد که دکتر ساعدی خیلی خوشش اومد و روزی که این نمایشنامه شروع شد به نوشته شدن، برای این بود که ما پیشنهادی دادیم به ساعدی برای یه نمایشنامه بنویسه در ارتباط با تئاتر و اوضاع احوال اهل تئاتر که سخت به اصطلاح زیر فشار هستند و سانسور و اینها. این ایده به ذهنش رسید که یک گروه تئاتری میخواد نمایش اوتلو در سرزمین نمایشنامه اوتلوی شکسپیر رو در ایران اجرا بکنه و باید برن مجوز بگیرن و گروهی از به اصطلاح وزارت ارشاد و خود وزیر ارشاد اینا میان و نمایش رو میبینن که مجوز بدن و همونجا برنامه سانسور به اصطلاح نمایشنامه شروع میشه. از اونجا شروع شد و ساعدی که شروع به نوشتن کرد، این تیکه آخوند رو خیلی براش مایه گذاشت. یعنی هر شکل از صنعت آخوندیسم به اصطلاح اطلاع داشت و کسب کرده بود و روانشناسیشون رو میدونست، همه رو در این تکسای این آخوند قرار داد و قبل از اینکه تموم بشه من تیکه به تیکه براش اجرا میکردم، میخوندم و سر شوق میومد و ادامه میداد، تا اینکه تونستیم به هر حال دوستان رو جمع بکنیم با رحمانی نژاد و دیگران اهل تئاتر در پاریس و تونستیم این نمایشنامه به صحنه ببریم. همینطور که گفتی واقعا شوق انگیز بود و فکر میکنم تنها نمایشیه که در اون به نگاه و دید این به اصطلاح کسانی که اومدن و مملکت ما رو به این روز انداختن، نسبت به هنر، نسبت به تئاتر، نسبت به زیبایی، نسبت به زن، نسبت به همه چی، در واقع اینها رو، عمق وجود اینها رو، عمق نگاه اینها رو در این نمایش متبلور کرده ساعدی. و خب بله، من وقتی به یادم میاد خیلی لحظات خوبی رو سحر داشت. چقدر طول کشید تمریناتون تا آماده شدید که برید دور صحنه؟
ما حدود یک ماه و نیم من در یک فوایه، در یک خونه به اصطلاح کارگری دانشجو بودم، زندگی میکردم. اونجا مدیر اونجا با من دوست بود، یه زیرزمینی داشت، کلید این زیرزمین رو به من داد. ما یک دعوتی کردیم سایدی و دیگران و دوستانمون تئاتریا رو که بیان اونجا بشینیم، نمایش رو شروع کردیم به خوندن. عده‌ای موندن، عده‌ای نموندن، و هر حال قرار شد که کار بشه و حدود یک ماه و نیم طول کشید در همون زیرزمین تمرین کردیم. و بعد در پاریس شب اول رو هم به اصطلاح کانون نویسندگان در تبعید بانی در واقع اجرا بود، که یک سالن خیلی بزرگ معروفی در مزون دولا شیمی، خانه شیمی به اصطلاح گرفته شد و حدود 1500 نفر اومدن شب اول دیدن. ولی چون خیلی جذاب بود، جالب بود برای همه، ما بعدش هم رفتیم یه سالن کوچیکی دیگه هم اجاره کردیم، حدود 300 نفری، که نزدیک یک هفته هر شب اجرا میشد در پاریس، تا اینکه بعد دوستان از جمله منوچهر محجوبی و دیگران و دوستانش اینا دعوت کردن به لندن، که تونستیم بریم لندن و ما تو لندن دیدیم. ولی سر یه نکته برای من جالبه، اگر شما پشتیبان مالی قوی داشتید تو سراسر دنیا میتونستید برید. گوین که اون زمان ایرانی ها به این اندازه نبودن، بله، یه تور آمریکا براتون کافی بود. بله اون که 100% میگرفت. ولی خب شروع به اصطلاح روزایی بود، روزای دشوار و سختی بود که آغاز گریز و فرار و به اصطلاح کشتار و اینها بود، و هنوز مردم از کوه و کمر و از ترکیه و پاکستان و اینور اونور دریایی و صحرایی می اومدن دیگه. هنوز خیلی ها تقاضای پناهندگی کرده بودن و کارت نداشتن. اونجوری نبود که آمادگی بود داشته باشه که بشه مسافرت رفت اینها، و در این چیزم نبودیم. و واقعیتش هم اینه که بودجه هم نبود، همین خود دوستای خودمون یه مقداری عجیبشون گذاشتن برای اینکه دکوری درست بشه و لباسی تهیه بشه و اینها. خیلی خیلی به اصطلاح با کمک خودی های ما که در اونجا بودیم و اعضای کانون نویسندگان، یاد غفار حسینی هم بخیر، واقعا یادش بخیر. سحر عزیزم، حالا یه خود خودت بگو، حتی برای خود، برای جوانای ما که بعضن قدر پدرانشون رو نمیدونن، ولی بعضن هم میدونن و خیلی هاشون هم میدونن. میم سحر کی تصمیم گرفت خانه پدری رو ترک کنه و به تبعیدگاه اجباری بیاد؟ ببین، من دانشجوی دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران، دانشجوی تئاتر بودم. من به اصطلاح لیسانسم رو که گرفتم با آقای بیضایی، به اصطلاح مسئول اون رساله من بود که در زمینه کتابشناسی تئاتر بود، و رفتم به سربازی. دو سال سربازی بودم، همزمان به اصطلاح در کانون پرورش فکری برای کودکان مربی تئاتر کودکان نوجوانان بودم. اون کار کوچیک دانشجویی بود، یه مقداری هم به هر حال خانواده کمک کرده بود. یک پول مختصری ما پس انداز داشتیم که بعد از سربازی تونستم با فرانک 14000 خلاصه بیام برای یه سال، مثلا بودجه داشتم و اومدم برای ادامه تحصیل. اومدم و یک سال قبل از انقلاب اومدم با پاسپورت در واقع دولت فخیم شاهنشاهی نامدم و اینجا رفتم از نو ثبت نام در زمینه جامعه شناسی و ادبیات و اینها. زبان چندان قوی هم نداشتیم، به هر حال شروع کردم از نو در واقع پایه یک چی میگن آموزش جدیدی رو بگذارم، ضمن این که تئاترم کار میکردم و کلاس های تئاتر رو هم میرفتم. سال یک سال قبل از انقلاب بود، 1356، و اومدیم اینجا و این اتفاقاتی که همه میدونیم افتاد و حضرات اومدن و مستقر شدن و ما هم خب منم به هر حال به واسطه احساس و عواطفی که داشتیم و به هر حال برای ما دشوار بود مثل خیلی های دیگه تحمل وضع این بود که عکس العملی نشون دادیم. اون عکس العمل هم در نوشته ها بود، در سروده ها بود. مثلا یک قصیده خیلی بلند حدود 130-140 بیتی با ردیف خمینی مفسد نیوان از
عبای خمینی آینه میلرزد از ادای خمینی تا 1360. بعدم بلافاصله من حزب توده در بارگاه خلیفه رو نوشتم در ارتباط خیلی قشنگ بود، خیلی قشنگ بود، خیلی و میدیدیم که چه اتفاقاتی داره میفته و اینا چه جوری جامعه و ملت ایران رو دارن تسلیم اوباش میکنن و براش تئوری درست میکنن و خلاصه این وضعیت با به اصطلاح نمیگذاشت که من ساکت بشینم و چیزی نگم. این مختصر ذوقی که داشتیم در این نمایشنامه به کار انداختیم و داستان حدود دو سه سالی که اینها به اصطلاح در زد و بند و کش و قوس بودن با تازه رسیدگان رو در این در واقع به صورت یک نمایشنامه منظوم مستندی که طنزآمیز هست نوشتم و این باعث شد که من مجبور بشم دیگه خانه پدری رو رها کنی. بله حضور دست کنم ولی محال اون ما رو رها بکنه. سحر من بگم اینو به بینندگانمون، سحر به اعتقاد من آخرین قصیده گوی سبک خراسانی به شیوه نو هست. یعنی من الان ندیدم بعد از امیری فیروزکوهی در قصیده کسی به قدرت سحر باشه. قصاید بسیار زیبایی داره. البته این به منظری نیست که غزل خوبی نداره یا شعر نیمایی خوبی نداره، اونا هم خیلی خوبه، ولی قصیده گویی قدرت بسیار زیادی میخواد. من یه آزمایش کردم، زنده یاد منوچهر محجوبی یه شعری گفته بود در اون زمان ما پست ایران و با احمد جان شکرنیا اون مدیرش بود و من سردبیر در میآوردیم، اون چاپ شد اونجا. من یه جوابی بهش دادم 60-70 بین، خیلی سخت بود، خیلی سخت بود، واسه که خودم کلاسیک شروع کردم. ولی قصیده فن آدم وقتی فرخی رو میخونه، ولی ایوان مدائن رو میخونه، قصیده بهار رو میخونه، آدم واقعا اکی پرداختی به قصیده. اصولا میخوام بگم محیط فکری تو چگونه بود، کجا بودی که اینطور دلبسته قصیده؟ توضیح میدم. من زاده چیمه رود، یک دوستای اون طرف ابیانه، بین نتنز و کاشان، یک رشته روستاهایی هست به نام چیمه رود، چند تا ده هست. من در چیمه متولد شدم. در اونجا تا 6 ابتدایی که پدر من معلم مدرسه بود و اینها در چیمه بودن. بعد دیگه آوارگی و اینا از همون موقع شروع شد، چون بعد دیگه بعد میرفتم دبیرستان، یک سال نتنز بودم، یک سال کاشان بودم، دو سال تهران بودم، دوباره برگشتم کاشان. همینجوری در واقع من مهاجر بودم تا اینکه دیپلم رو به قول با دشواری و اینا تونستیم دیپلم طبیعی. من که این داستان طبیعی و ادبی هم برای من داستان جالبیه، برای اینکه من کلاس نهم تهران بودم، وقتی که درسم تموم شد اینا تابستون برگشتم چیمه، پدرم رفته بود که اسم منو بنویسه. یک معلمی که معلم ادبیات بوده ظاهرا به بابام گفته این پسرت ادبیاتش خیلی خوبه ولی اخلاق بدی داره، قاضی خوبی نمیشه، بنویس طبیعی. آقا اسم منو نوشتن طبیعی. گفتم من میخواستم ادبی بخونم، گفت دیگه نه معلمت نوشته. خلاصه اینجوری شد که ما در دیپلم طبیعی، اونم در کاشان. حالا کاشان یه شانسی که آوردم اینه معلمای جالبی به طور ما خوردن و اینا میتونستن بفهمن که استعدادا رو میتونستن کشف بکنن. یه معلمی بود دید منم هر انشایی که بود، هر به اصطلاح جلسه انشایی که بود همه با شعر مینوشتن. بعد این معلم ما یک روز گفت که تو رو بیا معرفی بکنم به آقای فیضی کاشانی، انجمن ادبی سبا، انجمن ادبی بود اونجا، پیرمردا می اومدن. بله. از خیلی آدمای اسم و رسمداری بودن دیگه، همین خود فیضی، بله، خود اون، پرتو بیضایی، بله، مشفق کاشانی، خیلی ها می اومدن، از جاهای دیگه هم می اومدن برای جلساتشون. بعد ما هم میرفتیم اونجا جلسات اونا شرکت میگنیم. اونا هر موقع در هر جلسه یه بیتی مثلا از صائب یا از کلیم یا از حافظ مطرح میکردن که باید استقبال بکنیم. من هم پا به پای اونا این کار رو میکردم. یعنی ذوق قصیده و غزل و اینها از اونجا جا افتاد. البته من
تا اونجا که یادمه از حتی از بچگی شعر موزون می نوشتم و مشکل وزنی نداشتم، اما تو این فرصت خب تونستم مقدار به اصطلاح این چی میگن اطلاعات مربوط به وزن و قافیه و این حرفا رو تکمیل بکنم تو اون دور. اینجوری شد که در واقع من از ابتدا با شعر موزون، با شعر کلاسیک، قصیده، حتی یادم اونجا من یه قصیده خوندم که پیر مردم آه این جوارا اونا راه صد ساله می روند از این خوشم هست یک شبه راه صد. من این هم موقع 16 سالم، من دارم بعضی از این غزلهای اون موقع رو دارم که برای دوستان می خونم، تعجب می کنن که چجوری میشه مثلا 16-17 ساله، چون خیلی از همون موقع خیلی کلاسیک و خیلی استقص داره. اینجوری بود دیگه. حالا اینم بدشانسی ما بود که این اتفاق افتاد. سهر بعدی که نبردیم از این. بله ولی یه نکته که برای من جالبه، وقتی کتاب تو ردیه هایی که بر آقای دکتر سروش نوشته بودی خوندم، متوجه شدم که تو در مسائل اسلامی هم صاحب مطالعه، یعنی دنبال کردی. این کتاب سروشیگری. نه منظورم اینه مطالعات اسلامی تو همین بعد از انقلاب و توی پاریس و اینا جزء درس خوندنات یا جزء اینا دنبالش رفتی یا علاقه داشتی و رفتی و کشفیاتی کردی؟ من آدم کنجکاوی بودم، از کودکی آدم کنجکاوی بودم و به یه رشته هم اصلا قانع نبودم. همین قبلا هم اشاره کردم که من اومدم اینجا با دیپلم رفتم جامعه شناسی، چون گفتن دانشگاه نانتر اون موقع بعد از مه 68 بود معروف ترین دانشگاه فرانسه در زمینه جامعه شناسی، که آدمای بزرگ اونجا درس میخوندن. گفتم اونجا ما حالا جوان بودیم دیگه، سر پرشور گفتیم بریم، حالا غافل از این که با این بضاعت زبانی که ما داریم که نمیشه بریم پای اون حرفای استاد، ولی رفتیم در هر حال. و این خودش برای من خیلی جالب بود، همون اندازه‌ای که میتونستم بفهمم. یادمه که استاد حرف میزد، هر چی میفهمیدم به فارسی تو دفترم مینوشتم. به این شکل اینه که این در به اصطلاح این چی میگن این ذوق و گویا یا به هر حال گرایش به مسائل جامعه شناسی و روشنفکر اینها رو داشتم و اینجا ادامه دادم. خب تاریخ هم میخوندم، ادبیات هم که میخونی و با اسلام به هر حال وقتی تفسیر رو میخونی، طبری میخونی، نمیدونم کاشفی میخونی، اینا رو که میخونی به هر حال یه مقداری هم با مسائل اسلامی آدم آشنا میشه دیگه. محافظ هیچ وقت دستم نمیافتاده، مولوی همینجور، مثنوی همینجور، اینا رو کسی واقعا وقت بگذاره و بخونه خب مقداری زیادی هم با مسائل اسلامی آشنا میشه، ولی نه به اون صورتی که من هیچ وقت اعتقاد دینی نداشتم، هیچ وقت هم نه نماز خوندم و نه روزه گرفتم. اینو واقعیاتی که باید بگم دیگه، ولی خب جزء فرهنگمون بوده دیگه. ادبیات منو کشونده به طرف. نه ولی نگاه تو که این روشنندیشان مذهبی رو یقشونو میگیری خیلی جالب بود، برای اینکه اینا به نظر من اسباب گمراهی بیشتری هستن. برای اینکه شما یه کاور دستت میگیری ملیت، زیرش یه کاور زخیم اسلامیت، وقتی اینه که آدم ها رو گمراه، ولی تو خیلی خوب انگوش گشتوری این موضوع. در واقع به نظر من گندم نمای جو فروش که میگن اینان. و اینو من خب از 20 سال پیش اولین قصیده اینو بشتن خس میقات، اشاره به اونم از اون قصاید به اصطلاح داری چند بیتش رو بخونی؟ دم دستته؟ دم دستم خس میقات ببینم تو این آخه این کتابم تازه هفته پیش در اومد. به به صدای سحر 100 قصیده است. 100 قصیده است. من رفتم پاریس، سحر کتاباشو به من داد که توی برنامه اشاره کردم بهش، ولی حالا حتما گفتم که دوستانی خس میقات خوش صدا شعرشو بخونن. بگو عزیزم. این خس میقات البته من یه تفسیری بشنش اینو می‌خواستم بگم. خس میقات قصیده بود 18-19 بیت، ولی تفسیری که من نوشتم حدود 20 بیت شد که اونجا به نقد آل احمد و شریعتی و اینها. خسی در میقات آل احمد حدود 20 سال، آره حدود 20 سال از این ماجرا. اون موقع هنوز کسی در واقع تابو بودن اینا، بله. هم آل احمد هم شریعتی نمیشد به اصطلاح، یعنی نکرده بودن. این
روز اولین انتقادهای تندی بود که به آل احمد و قبضدگیش و بعد به شریعتی و اینها شده بود. چند بیتش رو بخون برامون. خصم ایقات. عقل اصحاب خرافات شدن و از خیالی خس میقات شدن، علم جهل کشیدند به دوش، برج تاریک مناجات شدن، وهم سازان هدف و هیچ به کف، در پی کشف مهمات شدن. بت عزا شکنانیم شعار، آستان بوس بت لات شدن. پیش تازان زمانیم درفش، پیرو لومپن و الوات شدن. تبر مرگ به سوهان سودن، قاضی حاجات شدن، قاضی باقین، قاضی حاجات شدن. جرعه جو در پی اموات، تشنه زی زمزم و کوثر پویان، جرعه جو در پی اموات شدند. سروی گاو صفه تیز کنان، داعی علم و مساوات شدند. الی آخر. به به، ممنون. یه درنگ کوتاهی میکنیم برمیگردیم. نیم سحر که ماشاءالله اینقدر حرفای جذاب داره، باید حالا حالا گوش کنیم. تازه اول عشق است. درنگ کوتاهی میکنیم و میرویم به دریا، بگم چشم رودخانه از آواز و زیبایی. پرستوبانو صابری، مرسی. اینقدر سحر توی ایران، دخترای ایران، پسرای ایران قد صداهای خوش آوردن و آدم گاهی تعجب میکنه تو این شرایط و تو این که بانوی رو که دف میزنه تو مراسم مطهری، میرن دفع دستش میگیرن، یه آقا شمشم جاش میشینه که واقعا اگر اون آقا شمشم شرافت داشت حاضر نمیشد بشینه جای اون بال. به هر حال ولی اینا هستن هنوز. نه، واقعیت این در واقع همین مصداق عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد، این جنبه های خیریه که از این فاجعه بزرگی که پیش اومد برای مرد ملت ایران میبینه آدم چجوری استعدادهاشون رو زنان ایران کشف کردن، چجوری خودشون رو زیبا بکنن در عین فشار و در عین این اختناق و فشار و تحمیلی که هست، از راه های مختلف پریرو تا به مستوری در اربندی سر از روزن در آرد و این خیلی زیباست و همین در واقع یه پریود، یه دوره خاصی در تاریخ ماست که با همه بدبختی ها و فجایعی که این ملت تحمل کرده و تحمل میکنه خیلی استثناست و باعث انفجار بسیاری از استعدادها و ذوق‌ها شده که اینا نتیجه شده در آینده امیدوارم که ملت ایران و جامعه ایرانی خواهد دید و دنیا خواهد دید. حتما. واقعا اینه که داری میگی برای آدم قابل تحمله. اینا دوران جنگ یادته مجبور کردن زنها زیر اون چادر رو، بعد فرصتی برای آرایش، شوهرش تو جبهه بود، بچهش تو جبهه بود، یه چادر بکشه سرش بره تو کاسه دستش بره در مغازه بقالی. یعنی اینا ملت ایران رو زشت میخواستن، زشت میخواستن. چون وقتی تو زیبایی طبعت بالاست، بالا رو میخوای، به این گل و خاک بسنده نمی کنی. درست. امرو گوش میکردم یک کتابی رو که میخوندن تو اینجا از یک آخوندی که در قوم پدرش، پدر بزرگی آخوند بوده، خودش هم آخوند بوده، بعد علیه اینا ارتداد کرده و اومده بیرون و این داستانی تعریف میکرد از این قوم که این زن در این خونه های اینا در حد مقام کلفت هم نمیدونم سنگ و خاشاک هم پایین تره و چقدر توهین به زن میکنن. حتی زن در دوران بارداری سنگین باید به خواست اونا جواب بده، حتی در دوران عادت ماهیانه باید به جواب اونا پاسخ. یعنی یک حیواناتی خلاصه خیلی خوب تو اون نمایش تصویری داده بوده که قاروره بکنن نمیدونم، و اون حرفایی که میزدی که برای اسلام ناب اونطور زیبا اینو عرضه کرد. حالا سوال من اینه، این همه زحمت کشیدی، درس خوندی، بهترین دانشگاه رفتی، آیا
درسم دادی، آیا کاری کردی که در اون زحمت هات رو آرومت کنه، خستگی در رو بگی خب چه کار خوبی کردم، غیر کتابایی که نوشتی، غیر شعرهایی که خوندی؟ خب من یه 7-8-10 سالی هم به طور پیمانی در دانشکده به اصطلاح السنه شرقی، زبانهای شرقی بله، اون 5 سالی که آقای کریستوف بالایی رفت، من جای اون کلاس های اون رو اداره میکردم، زبان فارسی و شعر فارسی، هنر ایران، همین ها. و خب یه چیزایی من نوشتم، مثلا فرض کنید این درباره ادبیات مشروطه که همین امسال 4 ماه پیش این کتاب درباره شعر مشروطیت در خوب نتیجه مثلا اینه که من یه دوره اونجا تدریس میکردم در رشته های مختلف مربوط به زبان فارسی و ادبیات فارسی. شاگردا چجوری بودن؟ شاگردا چه نوع آدمایی بودن؟ شاگردا اکثرا فرانسوی بودن، علاقمند، بسیار علاقمند بودن. و خب اون توانایی که یک به اصطلاح دانشجویی که در ایران درس خونده رو به اون صورت نداشتن، ولی خب خیلی سازنده بود، خیلی با اشتیاق، خیلی خوبه، خیلی. چیز تازگی داشت، همه چی براشون تازگی داشت و آدم هم سر شوق می اومد دیگه، که همونو میگم، یعنی که هر چی که میگفت برای اونها همه جذاب و تازه خیلی داشت خیلی. یه استاد ایرانی دانشگاه کلمبیا بوده، یکی از این کشورهای آمریکای لاتین، با شاگرداش نشسته بود آواز ایرانی میخوندن با هم، اینقدر جذاب بود، اینقدر زیبا بود، همین که میگی تجربه درخشانیه. این رفیق اون دکتر پارسانشاد این سالها ژاپن بود، اون دکتر رجبزاده هم تو اینا ژاپن بودن و خب زبان فارسی رو اونجا ترویج دادن، تونستن کارهای بزرگ. شما خودت، من مخصوصا این سوالو کردم که مردم بدونن نیم سحر شاعر چه کارهای دیگه هم اونجا میکنه. خب فعالیت های سیاسی در چه زمینه ای بود و در چه عرصه، غیر کانون نویسندگان که خب هر دو عضو من چند سالی که دبیر کانون نویسندگان بودم، اون 5-6 سال اول که فعال بود، هر ماه یه جایی در یکی از پایتخت‌های اروپایی از لندن گرفته پاریس و آلمان برنامه داشتیم. در واقع موتور فعالیتش هم یکیش دوست از دست رفتمون پرویز اوسیا بود، که واقعا انسان بزرگ و شریفی بود و خیلی آدم مسئول و در واقع که دلش میخواست کاری انجام بشه و منم خب جزی یکی از اونایی بودم که فعالیت داشتم. خب این گذشت، این دوره 7-8 سالی بود که ما هم خبرنامه کانون در اومد، هم چند تا نامه کانون که به اصطلاح کتاب مجموعه ادبی کانون بود انتشار پیدا کرد. سوای این من در هیچ سازمان سیاسی خاصی شرکت نداشتم، ولی خب هر انجمنی، هر برنامه‌ای که بود و به دلیل کنجکاوی شخصی خودم برای شنیدن مباحث و بحث‌ها و اینا خب شرکت داشتیم مثل بقیه ایرانی‌ها. اما شخصا نمیدونم سوالت رو از چه بابت، که از لحاظ به اصطلاح میگم فعالیت ارتباط سازمانی با هیچ سازمانی نداشتم. هرگز نداشتم، هنوزم ندارم، ولی خب خودم برای خودم من سعی کردم تا اونجایی که ممکنه استقلال فکری خودم رو بدون هیچ گونه مماشاتی با هیچ طرز فکری بود. یعنی آفرین. خودم چی میگن، خودم رو سانسور نکردم که این رفقا و دوستان و این اون گروه ازم میرنجه. من نمیدونم اگه کسی دنبال بکنه نوشته های منو میبینه که من همه رو تقریبا رنجوندم. یعنی یکی از اگه بشه هنرگزارشه که هنر من دشمن تراشیه میشه، فقط نمیشه. یعنی هر جایی که به نظر من برسه که این اشتباه نادرسته چیز من، مرکز فکریم هم همیشه ایران، متمرکز بودم روی مسئله ایران. اینم برات بگم که الان من اینو گذاشتم اینجا برای همین، من اولین شعری که گفتم و هیچ شعری در ایران چاپ نکردم، با اینکه شعرهای زیادی نوشته بودن، هرگز حتی نه در فردوسی نه هیچ مجله اسمی از من در ایران نیومده. اولین رسیدنم به پاریس 2-3 ماه بعد در همینجا در سال 1357، یه سال بعد اولین غزلی که گفتم اینه، ایران بخون. ایران به نام تو غزل آغاز می کنم، به 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 به، هر بسته زی جهان تو پرواز می کنم، ناگفته های من
همه فریاد می شوند آنگه که با تو روی سخن باز می کنند. ای آفتاب کودکیم در طلوع مهر، تا با منی سرود تو را ساز می کنم، تا تو گذار می کنی از معبر خیال، من در خیال، من نیز در خیال خود اعجاز می کنم. دنیای روشنایی و تاریکی تو را با لحظه های گم شده دمساز می کنم، صبح تو را به بام شب خیش می برم، شام تو را به روی سحر باز می کنم، حالی تو را به خلوت خیش از صمیم جان دعوت به آستانه این راز می کنم. و دشت و بوم و بر ای زادگاه دور، قوقای زندگی است که آواز می کنم. اینو خواستم بخونم برای اینکه بگین اصلا از همین جا از ایران حرف می زنم تا امروز چیزم مرکب به اصطلاح هدف اصلی اونجا بوده، منافع ایران، ملت ایران، آزادی ایران، جز این چیز دیگه ای رو من به هیچ احدی دیگه باج ندادم. هر وقتم دیدم که این حرکت یا اون حرکت، ایکس یا ایگرگ، این گروه یا آن گروه سازگار نیست با اون چه که فکر میکنم برای ایران خوبه، خب علیهش یا به شعر یا به نثر نوشتم. واسه همین بیشتر این کتابی که اخیراً چاپ کردم میشگونیات پر از طعنه و کنایه و انتقاد هم کردی به همه اینا. چقدر قشنگه و نیشگونیات. آره دیگه، این مجموعی هست به اصطلاح، هم تنس هست، هم نصف توش هست، هم تیس هست، و این هم تازه به انتشارات ماشاءالله خیلی پر حجم کارات، خیلی کار کردی. خب من اینقدر کتاب با خودم آوردم از پاریس، حالا یه سری بعد از اونم چاپ کردی. من غزلام چاپ نشده هنوزم، به اندازه مثلا دو برابر این کتاب های شعرهای چاپ نشده دارم، باید اگه بخوام چاپ کنم باید بچیز. سحر تو بانوی گرامی تو از دست دادی، من نمیخواستم اشاره بهش بکنم ولی میدیدم که در روحیه تو چه تأثیری داشت. یه وقت خیلی جالب بود، سحر زنده یادان سیروس آموزگار، احمد احرار و دکتر ملاهری برنامه های شاهی درست کرده بود هر هفته، خیلی این ربعه حکیم کار قشنگی میکردن و هر کدوم در عرصه، سحر در عرصه ادبیات، شعر، فرهنگ و گاهم اشاراتی به سیاست، و هر کدوم از این یارانم که وای خدا سه تاشون رفتن سخنی میگفتن، خیلی قشنگ بود. دو نوبت من رفتم و شاهد بودم و نهاری با هم خوردیم و گپی زدیم. تو بعد از همسرت میدونم شاهد به من گفت تو ماندی و صدها کتاب فقط که با اونا زندگی میکنی. از فرزندانت هم بگو. بله متاسفانه فریده همسر من که خیلی هم مادر هم دوست هم همراه استثنایی بود برای من رفت. خب فرزندان هستن، خوشبختانه اونها هر دوشون موفقن. پسر من در مهمترین دانشگاه فلسفه و جامعه شناسی فرانسه، یعنی اکول نورمال، در کنکور قبول شد، الان هم داره دکتراشو میگیره، همزمان هم در فلسفه در سوربن تدریس میکنه به عنوان استادیار، 26 سالشه. در دختر من در مسائل فرهنگی مسترشو گرفته و روابط فرهنگی، خودش هم شعر مینویسه، ترانه سراست، میخونه، تئاتر هم کار میکنه، و دوتاشون به هر حال خوشبختانه موفقن به خاطر چی میگن، به دلیل اینکه واقعا مادرشون برشون خیلی مایه گذاشت و همون محیطی که تو فرید بانو درست کردین. خب طبیعتا این دو فرزند خوشبختانه از این بابت به هر حال اگر اون رفت به هر حال این جنبه مثبت بر ما هست. یه سحر از عزیزان در ایران کدام باقی ماندن؟ من هم پدرم رو از دست دادم، هم مادرم که 16 سال، پدرم هم 10 سال پیش رفت، هیچ کدوم رو نتونستم درست کنم. یک بار البته اومدن از 30 سال پیش اینجا، ولی این داستان خیلی خیلی غم انگیزه دیگه، ما نتونستیم خیلی، ولی به هر حال
مربوط به من تنها نمیشه، این یه درد مشترکیه که چندین نسل گرفتارشن واقعا. این بخشی از ضرباتیه که اینا به ملت ایران، به مردم ایران، به تاریخ ایران، به فرهنگ ایران زدن، مردم رو جدا کردن، ریشه و پیوند هم دیگر رو، مردم رو از خانواده هاشون قطع کردن. این شوخی نیست. 7 میلیون 8 میلیون ایرانی پراکنده هر کدوم در یک شهری، در یک کشوری، در یک جایی. من نمیدونم کسانی که به این حکومت خدمت کردن و خدمت میکنن، حالا به اسم نمیدونم روشنفکر دینی یا اصلاح طلب یا هرچی، چجوری میتونن نگاه کنن تو روی مردم با این گلی که کاشتن، با این فضاحتی که بار آوردن، با این نظامی که تحویل این مردم دادن. واقعا این سوالیه که همیشه من از خودم میپرسم. از اون بدتر سحر عزیزم، ایرانیاییست که اومدن خارج و سنگ رژیم رو به سینه میزنن. تو این چند وقت یه ویدیوی بود از کانادا، این خانومی که چفیه فلسطینی انداخته بود و بله دیدم، اصلا برای من دردناک بود. یعنی خانوم تو اگر به این چفیه اعتقاد داری چرا از ایران اومدی بیرون؟ خب برو بشین وردست اینا، مزدم بهت میدن. خانم چرخنده چادر سرش کرد، مزد گرفت، شما هم برو بگیر. این خیلی برای آدم اذیت میشه. یعنی تو پاریس میبینی عمرتو گذاشتی، موات سپید شد، زنتو از دست دادی، پدر مادر در غربت، بعد یه آقای میاد سالی یه بار میره ایران، میگه ایران از تایلند بهتره الان با 50 دلار. نمیدونم دختر چند ساله میاد، یعنی اصلا براش ایران شد تایلند. خیلی تلخ. متاسفانه وجود چنین وجوداتیه که بعد اسم آدم هم رو سخته که آدم بذاره روشون، که این وضعیت باقی مونده و تداوم پیدا کرده. منافع دارن، منافع حقیر دارن، آدم های حقیری هن و با همین آقانه هن. و اینه که میان لابد بورس میگیرن، لابد میخوان برگردن شغل داشته باشن یا هرچی. در هر حال مهم است. یادآوری کردی، واقعا من خیلی برام موضوع دردناکه که دوباره بتونم بارها دوست مشترکمون شاهید و خود شما به من پیشنهاد دادین، خواستین که بیام من برنامه‌مو ادامه بدم، ولی برنامه من نبود، برنامه 4 تا عزیز بود که و من با اونها، یعنی هویت اون برنامه برام اهمیت داشت. الان نه دکتر آموزگار هست، نه احرار هست، نه اون نازنین دانشمنده بلد. که واقعا استثناء بین ما ایرانی ها بود از هر لحاظ، ملایری اونم رفت. اینه که من واقعا برام سخته که بیام برنامه در گذری و نظری رو تنهایی بگم، در اون کاد باشه. و همیشه الان من عمدن یاد این، یعنی خودت یاد کردی و دلم خواست که ازشون یاد کنیم و به اصطلاح بگم که چقدر واقعا برای خود من آموزنده بود بودن در کنار دکتر آموزگار، آقای احرار و این دوست و حیف شد واقعا برنامه 6 سال ادامه پیدا کرد. بله عجیب. یعنی تو هیچ تلویزیونی در هیچ دوره یه برنامه اینجوری 6 سال خیلیه. الان ما تو آرشیومون انقدر غنی هستیم که من گفتم دوباره از نو شروع کن، اینا رو پخش کردم. خیلی ها میخوان، مایلن، خیلی میفرستن، چیز میدن، خبر میدن، پیغام میفرستن که چرا این برنامه ادامه پیدا نمی کن، چرا فلان. خب به هر حال نه جا داره، یعنی خیلی می نویسن که ما دوست داشتیم، ما بیننده این برنامه بودیم. خیلی اینا میگن تو فیسبوک من میبینم یا جای بله دیگه. کاملا برای ما من گفتم اول برنامه یک چیز میذاریم، یه صفحه که بعضی از موضوعات ممکنه موضوع روز باشه در 4 سال پیش، ما به اون کاری نداریم، به اون فاکتور ما کاری نداریم. ما 4 انسان فرزانه رو که 6 سال با هم دوربین های اندیشه شون رو اون روز روی یه تاپیکی باز میکرده، اینو دوباره تکرار میکنیم و امیدواریم باشیم که این تکرار تا پایانش ادامه پیدا کنه. و این خیلی برای من مهمه. بله خیلی علاقمندن که میخوان، حتما هم به من هم میگن. محمد جلالی چیمه میم سحر، آرزویی که همه ما داریم به خانه پدری برگردیم، به زادگاهمون برگردیم. تصور کن به فرض فردا رفتی، اولین کارت چیه؟ میری چیمه؟
باید برم، یعنی وقتی که شبش که چمدونم میبندم باید فکر کنم چیکار باید بکنم. الان نمیدونم، من برام همون ایران، هوای ایران برام فکر میکنم کافی باشه. همون لحظه که به میام تو فرودگاه، با اینکه چه میدونم دیگه بستگی داره به شرایط دیگه، من اول رفتن به ایران و تنفس در هوای ایران اونه که مهمه. و مادرم قبل رفتنش به من میگفت زیاد فکر نکن که وقتی میای آدما رو بشناسی، یه عده آدما که رفتن، یه عده آدما که دیگرگون شدن. کاملا با همون تصویرهای خوب رفقای قدیمت خوش باش. بعضیاشون که اصلا نخوا ببینیشون چون شرایطشون به گونه ایست که آزار میبینی. بنابراین من همیشه میگم بریم، به قول تو نفس بکشیم تو اون هوا، یه دور با هم بریم تو نادری قدم بزنیم، بریم تا بالا و پایین بیایم. همه چی تغییر کرده، ما تغییر کردیم، دیگران تغییر کردن، بچه هایی که کوچولو بودن بزرگ شدن نوه دارن الان. همینو میگم دیگه، ما با نوه ها دیگه هیچ کدوم ما رو نمیشناسن، بچه ها نوه دارن چه برسه به. ولی امیدوارم اون فرصت برای اون پیش بیاد. این اعتقاد و ایمانی که داری، شاید من هم یه کمی بهره برده باشم، باعث میشه ما از پا در نیاییم، مومونم سفید شده، خسته نمیشیم. مسلم، نه ما زنده از آنیم که آرام نگیریم. نگیریم. واقعیتش هم همین، کار دیگه ای نمیتونیم بکنیم، همینه. میگم از روز اول که عهدی که بستیم و همچنان بهش پابند هستیم. و مسئله ما ایران، من اگه اجازه بدی یه غزل بخونم در مورد زمان. حتما هر چه غزل بخونیم حتما. میگفتی که این بزنید غزل چیزو بخونم، زبان فارسی رو بخونم، بخون که تو این راجب همین موضوع رو میگه. میگه صدای زنگ حضور ای زبان مادریم، بابا صدای زنگ چراغ هستیم، ای مایه دلاوریم، تویی که دشمنت از من رو بود نتوانه، منم که با تو به هر دشمن است برتریم، تو با منی و مرا بیم هیچ قربت نیست، مرو که با تو منم ورنه بی تو دیگریم، به ذات پاک تو آمیخته است ریشه من، وگرنه بی تو هماغوش ذات بیبریم، تراوت از تو برم گر درخت بارورم، وگرنه در تف آتش هبا شود تریم، تو سرزمین منی، این بیتشم، تو سرزمین منی، در منی که در سفرم، منم که می روم اما تویی که می بریم، منم که می روم اما تویی که می بریم. به به، زیادگار تو خون سیاوشم به رگ است، میان آتش و آسوده از بداوریم، می مغانه به جام جم از تو می نوشم، محبه. از آن زباده نوشین این و آن بریم، محبه. میان خیمه خیام از تو با حافظ نشسته گرم غزلخوانی و سخنوریم، به هم نوایی ساز تو می زند ره دل سرود جان من، این شیوه نواگریم. دیگه میخواستم بگم وطن ما رو ما با همین زبان فارسی که داریم. آفرین آفرین، تعصبی که تو روی مسئله داری برای من خیلی جالبه. داریم، هر جایی بریم وطن ما هست، در ما هست. دقیقا آفرین. نمیتونن از ما جدا کنن این رو، از ما نمیتونن بگیم. محمد جلالی میمسحر عزیزم، بسیار در خدمتت، به من هم برام آموختنی بود، هم لذت بردم و مطمئنم بینندگان ما هم همین حالو داشتن. فقط لطف کن هر از گاهی ما سری بهت میزنیم و
گپ و گفتی با هم داشته باشی. محبت داری. من به یاد زندانیان سیاسی هستم و امیدوارم که هر چه زودتر اینا آزاد بشن. برای توماج همینجور اگه اجازه، فقط یه دو سه بیتی که برای توماج گفتم قبل از تمام بخونم، که این شنیدن این که میخوان توماج رو اعدام بکنن انقدر تبهکشبار و وحشتناک بود که باعث شد این سه چهار بیت رو بنویسم. ای تبهکار جابر جانی، ای ستم پیشه، ای انیرانی، بهر دین بیش از این مکن رنگین، دست ننگین به خون زندانی. خون توماج خون یک نسل است که بر او دست برد نتوانی، ریشت را به تیشه خواهد کند بازوی دادخواه ایرانی. ممنونم عزیزم، درود بر تو. من خیلی ممنون که از من دعوت کردی و باعث شدی. بسیار عالی بود، بسیار عالی. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته باد. به اتفاق شاعر، محقق و نویسنده عزیز محمد جلالی چیمه. میم سحر. تاجی داره بعدی در پناه پروردگار خودمون، اون عاشقی که دوستش داریم. بدرود.